از اون چیزایی که عزیز اسلام عبادت، همین رفتار جنسی زن و مرده، اصلا همین که زن و مرد به هم نزدیک میشن خلوتی دارن و غرایزشون رو رفع میکنن عبادته. و چه ما روایاتی تو این زمینه داریم خیلی عجیبه واقعا. فرمودن که المجاهد فی سبیل الله شاهرن سیفه، مردی که به زنش نزدیک میشه برای رفع غرایزش مثل مجاهد در راه خداست که در میدان نبرد داره می جنگه. یه مجاهد در راه خدا چقدر ثواب میبره؟ بله، مجاهد در راه خدا چقدر ثواب میبره؟ حالا اگه تصادفاً در اتاق خواب مثلا از این جهان رفت دیگه، بیا و ببین چه اتفاقه، چه مجاهدتی، چه شهادته. ما در روایت داریم، در روایت داریم المجاهد فی فل اتاق خواب مثلا و بقیه غذایا. بله، اکبر مجاهد فی سبیل الله. بران اینا هست، اینا رو، این گنجینه ای که علمای ما دارن عرضه می کنن، یعنی این که در روایت آمده داشتن سکس این جهاده، یعنی ما بی خود تا به حال می رفتن، بچه های ما می رفتن جنگ و کشته می شدن، شهید می شدن، جهاد اکبر بود. جهاد اینجاست، جهاد به گفته علمای ما در اتاق خوابه. جان لنون و یوکو اونو در اعتراض به جنگ ویتنام بود که به یه همچین جهادی دست دادن، گفتن ما میریم در اتاق خوابمون، بیرون نخواهیم اومد تا جنگ ویتنام رو تموم کنید. نوعی جهاده. من دارم نتیجه میگم جان لنون هم یه جور مسلمان شیعه فقاهتی بود، ولایت مدار بود. در با هم میبینیم چگونه طلا و نقره تولید میشد توسط یکی از همه شیعه. امام جواد داشتن میرفتن، یه جوانی گفت آقا به خدا من خیلی فقیرم، ندارم فرصت، هم ندارم طلب. حضرت داشتن کنار یه باغ زیتون رد میشدن، فهمودن چقدر میخوای، گفت آقا هرچی بیشتر. حضرت دستشون رو همینجوری به درخت میزدن، برگای درخت زیتون طلا و نقره میشید میریخت تو دامن این شخص. برگای درخت با یه اشاره حضرت همه نقره و طلا میشد، انقدر ریخت که آقا بس دیگه زیادم هست. نه بی خود نیست که میگه از نظر طلا ما دیگه اشکال نداریم. قایم مکی از این کارا میکنن، شاید نایب امام زمانه دیگه، حالا به هر حال به درخت زیتون نمیزنه، به درخت گلابی ممکنه بزنه. ولی فقی حالا درخت گلابی نبود، میزنه به چاهای نفت، باز همون طلا و نقره میریزه دیگه.